در این ویدیو میخوام یک جنبندی داشته باشم روی انواع در اصل آکوردای چار صدایی یا هفتی که وجود داره ما میدونیم که آکوردای هفت روی تریاد ها ساخته میشه در نتیجه اینجا یک تریاد ماجور می نویسیم روی دو می و سل نوتی که میتونیم بهش اضافه کنیم یک فاصله هفتم بزرگ هست و این ماجوری که دارای یک هفتم بزرگ باشه میشه دو ماژور هفت یا سی میج سیون حالا اگر همین آکورد رو ما داشته باشیم ولی به جاش هفتم ما هفتم کوچک باشه یعنی سی به باشه دو می سول سی به اینجا دیگه میشه دو هفت یعنی به صورت کلی سی 7 در کنار هم قرار می گیرم و این میدونیم که دیگه جزبه اگر این میتونه به عنوان هفتم دومینانتی باشه که برای یک گام دیگه یعنی شما میتونید این آکورد رو طوری ارزیابی کنید اگر تو ماژور باشیم که مثلا فرض کنید این درجه پنجم چه گامیه فا ماژور فا ماژور یه سی بمول داره پس این میتونه آکورد هفتم نمایان اون گام باشه اگر بیایم روی یک آکورد مینور یک آکورد هفتی بسازیم که هفتومش کوچک باشد این آکورد میشه مینور هفت یا مثلا اینجا دو مینور هفت در مثال هایی که زدیم روی آکورد هایی که در گام های مینور ساخته میشه یک استثنا بود که مثلا یک همچین ساختاری پیدا میکرد آکورد مینوری که این زمانی بود که مثلا این نوت سی رو ما میخواستیم به عنوان نوت سانسیبل وجود بیاریم اگر بخوایم صداشون رو گوش کنیم به این صورت خواهد بود پس در جنبندی کلی ما این آکورد ها آکورد های هفته آکورد های هفتمه ولی پرکاربردترینشون ترینشون همین ستای اول هستش که خیلی راجع به صحبت کردیم همه این آکورد ها های خودشون رو دارن و شما میتونید در گستره های مختلف برای اهداف متفاوت از اونها استفاده کنید